أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اینکه من ورود به بحث پیدا کنم راجع به اون حضرت، دو سه تا عبارت و تعبیر از کلماتی که در منابع غیر شیعه یا حتی غیر مسلمان راجع به اون حضرت آمده رو خدمتتون عرض میکنم. یکی از نویسندگانی که کتابی دارد راجع به حضرت زهرا، اتفاقا سال گذشته بعد از منبر بیت مقام معظم رهبری یادآور شدن به من این کتاب رو و من رفتم بعد ملاحظه کردم و نگاه کردم، سلیمان کتانی است، نویسنده لبنانی مسیحی. ایشون در این کتاب که به نام وترون فی قمد، یعنی زهی در نیام، اینطور ترجمه کردن، وتر به معنای زه، اون زه کمانچه، وترون فی قمد، در این کتاب خیلی زیبا راجع به حضرت زهرا عبارت چینی کرده، واژه پردازی کرده. یکی از واژه ها و تعابیری که او راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها به کار میبره این است که میگوید قهرمانی به زور بازو و قدرت نیست، قهرمانی به ثروت و مکنت نیست، قهرمانی آن است که زنی تنها، نحیف، لاغر، از نظر جسمانی اون قدرت و جایگاه رو نداره، اما یک تنه در دفاع از حق بیستد و تا آخر بر سخن خود استوار باشد که دفاع از حق امیر المؤمنین علیه السلام است. این رو میگن قهرمان. این تعبیر سلیمان کتانی است در این کتاب وترون فی غمد که چندین کتاب داره راجع به حضرت امیر، داره امام حسن مجتبی علیه السلام، داره راجع به بقیه ائمه کم و بیش قلم زده و نوشته. یکی دیگر از دانشمندان اهل سنت دکتر محمد عبدو یمانی است. ایشون اهل سعودی است، فوتم کرد، چند سالی فوت کرده. یک کتاب دارد انها فاطمه، او فاطمه است. خیلی عبارت قشنگی داره، من بعضی از تعابیرش رو حالا حفظم هستم منتها از رو بخونم که یه قدری صحیح تر خوانده باشم. میگه هی ابنت من، زوجت من، ام من. فاطمه ببینید دختر کیه، باباش کیه، ببینید همسر کیه، شوهرش کیه، ببینید مادر کیه، بچه هاش کیا هستن. هی زوجت من، ابنت من، ام من، من ذای و ذاهی فلفخار و نسب. چی زیر این آسمان پیدا میکنید در افتخار و نسب که از سه ناحیه به معصوم وصل باشه؟ خود معصوم، سه وصل به معصوم، خود معصومه، پدر معصوم، اولاد معصوم، همسر معصوم. من ذای و ذاهی، کی با او ترازی و هم در واقع مقابله میکنه؟ انها ام و ابیها، او مادر پدر است. کلها، در تمام صفات، فیها یشبه رسول الله، تمام ویژگی های او شباهت به پیغمبر گرامی اسلام دارد. این با سخن این دانشمند سعودی است، دکتر محمد عبدو یمانی، که 1431 چند سال پیش میشه از دنیا رفت. فراوان نوشتن، کتابهای متعددی به رشته تحریر در آمده که حالا من بعضی از اینها رو خدمت شما عرض میکنم. نویسنده دیگر احمد خلیل جمعه است. احمد خلیل جمعه، ایشون هم مال سوریه و لبنان، کتابای متعدد راجع به زنها نوشته، مثلا زنای صحابه، دخترای صحابه، نسای انبیا، چندین کتاب راجع به خانوما داره. من اسمشو نوشتم، مثلا بنات الصحابه، امهات الصحابه، نساء الانبیا. یک کتاب دارد نساء اهل البیت، زنان اهل البیت. این نویسنده تو این کتاب میگه، دقت بفرمایید، خیلی عبارت قشنگه، احمد خلیل جمعه میگوید
انها کانت لسجایا ابیها مرآت. میخواید فاطمه رو بشناسید؟ آینه باباش بود. کسی میخواست پیغمبر رو ببینه، فاطمه رو میدید. کلامش، سخنش، راه رفتنش، مشیش، عبادتش. وقت یه جمله به قول امروزی ها هنری داره، دقت کنید، میگه لیتنی، این دانشمند اهل سنت میگه لیتنی استطیع کتابت حیات الزهرا علی اوراق الورد به فتات المسک، کاش میتوانستم به جای کاغذ برگ گل استفاده کنم و به جای قلم از مشک استفاده کنم. لیتنی استطیع کتابت حیات الزهرا، کاش میتونستم زندگی فاطمه رو برگ گل اونم با مشک بنویسم. نباید این شخصیت روی کاغذ و با قلم عادی به رشته تحریر در بیاد زندگیش. این شخصیت دیگری است که در اینجا من ازش نام بردم. خب از اینجا عبور میکنم. بحث امشب من، آیان عزیز، خواهران گرامی، سروران معظم، ذیل این آیه است، آیه 23 سوره مبارکه شورا که مکرر شنیدید، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. من میخوام بحث کنم ما چجوری میتونیم مودت فی القربى رو نشون بدیم. یه 7-8 راهش رو نوشتم براتون امشب میگم، راه‌های ابراز مودت و محبت به قربا. منتها یه خورده اجازه بدید یه کمی این آیه رو توضیح بدم. قبل از این آیه خدا از زبان 5 پیغمبر نقل میکنه، حضرت نوح، حضرت صالح، از زبان 5 پیغمبر که میگفتن ان اجری الا علی رب العالمین، ما مزد رسالت نمیخوایم، هیچی نمیخوایم. هیچ پیغمبری تو قرآن ازش نقل نشده. من اینجا اسامی انبیا رو نوشتم، حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت شعیب، 5 بار این آیه تو سوره شورا تکرار شده، ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. ما اجر رسالت نمیخوایم، رسالت اجرش بر خداست. فقط در مورد پیغمبر ما استثناست و اونم همین آیه 23 است. تو یه چیز دیگه بگو، قل لا اسألکم علیه اجرا الا داره الا المودة فی القربى. و جالبه پیغمبر ما هم قرآن در جای دیگه میفرماید البته به مردم بگو، بگویم به مال من نیست، به خاطر خودتون میگم، قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. این اجری هم که من میگم به خاطر خودتونه. مثل اینکه یه معلمی سر کلاس بگه بچه‌ها من مزد دیده میخوام جز درس خوندن. خب درس خوندن هم مال خودمونه، من مزدی نمیخوام جز تکالیفتون رو خوب انجام بدید. این اگه بخواید اینو قشنگ پیداش کنید، اول دعای ندبه، اول دعای ندبه قشنگ ردیف کرده اینا رو. پیغمبر فرمود مزدی نمیخوام، یه جا فرمود اگه میخوام برا خودتونه، یه جا فرمود مودت فی القربا. خب 7-8 از روش های اظهار مودت به اهل بیت رو نوشتم برای شما امشب بگم. آقا قرآن از ما خواسته قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بنده شما به عنوان یک مسلمان چگونه میتوانیم مودتمون رو به اهل بیت ابراز کنیم؟ بلکه برسم این 8 رو بگم. البته من نمیگم 8 تا، شما بگید 80 تا، من 8 تاشو من امشب میگم، سریع میگم براتون راه‌های ابراز مودت به قربا. قربا کیان؟ امیرالمومنین، فرزندانش، زهرای مرضیه و فرزندانش. 1، اولیش آقا اظهار مودت و محبت زبانی است. آقا درود بفرستیم، زیارت بخونیم. من روایت دیدم، این روایت رو امسال دیدم، با اینکه 30 آخوندم ولی ندیده بودم، امسال دیدم که امام جواد هر روز می آمد کنار قبر پیغمبر زیارت میکرد، بعد میرفت تو خانه فاطمه زهرا هر روز 2 رکعت نماز برای مادر زهرا میخوند. ببین هر روز
این اظهار زبانی است. همین زیارتنامه‌ای که شما تو مفاتیح خوندید 3 خطم بیشتر نیست. من امسال پیشنهاد دادم، گفتم صدا سیما جاهای مختلف اینو در واقع طلبام گفتم تو قم یه جلسه بود برای روحانیون، گفتم 7-8 تا نکته تو این زیارت، 3 خط بیشتر نیست. راوی اومده خدمت امام جواد میگه مادرتون رو چگونه زیارت کنم؟ فرمود اینطوری بگو یا ممتحنه. اینه که تو عاشق عباس تو مفاتیح آورده السلام علیکه نداره، ولی من تو نقل دیگش السلام علیکه هم دیدم، السلام علیکه یا ممتحنه. بانوی بزرگوار شما امتحان تو پس دادی. کی؟ قبل از خلقت. آی گیر کردن آقا اینو چجوری معنا کنن؟ چجوری معنا کنن قبل از خلقت؟ یعنی عالم زر؟ نه، به یکی گفتم ببین با مثل خوب میشه کار رو انداخت. یه معلمی دانش آموز خیلی درس خونی داره، بهش میگه تو قبولی؟ بابا تو کنکور پزشکی باج آقا هنوز که من تو رو میدونم، تو من میدونم تو رتبت یکه. خدا میخواد بگه فاطمه قبل از آفرینش، ممتحنه قبل از آفرینشه. نیاز نبود، بله امتحان شد، اما خدا رو علم خودش او رو آزمود قبل از خلقت. صابره نگاه کنید، اون دو تا زیارت ها یکیش مال امام نیست، اون یکی که مال امام معصومه. پس مودت به اهل بیت یکی زبانیه. آقایون خواهرا، میدونید چقدر آدم در دفاع از اهل بیت زبون از دست دادن؟ یعنی زبونش رو بردن بعد شهید شده. میثم تمار زبانش رو بریدن، ابن سکید زبانش رو بریدند، رو دفاع از امیر المومنین، رو دفاع از اهل بیت. هر که یکی ازش میاد با زبان شعر بگه، آقا دعبل خزائی وقتی اشعارش رو پیش امام رضا خوند، آقا پیراهن تنش رو بهش داد، فرمود ببین خدمت آقا میرسن چفیه از آقا میگیرن، یه روز دو روز پیش آقا بوده، میگن تبرک. حالا امام رضا اونم پیراهن 3 سال شبی 1000 رکعت نماز، فرمود دعبل 1000 شب شبی 1000 رکعت نماز تو این خوندم، 1000 تا ختم قرآن تو این کردم، این پیراهن عادی نیست، میدم به تو که با زبونت از ما دفاع کردی. مرحبا بک انت ناصرنا. بله فرمود این. حالا عرض کردم یه معلم تربیتی ازش میاد سر کلاس یه تو کلمه از اهل بیت بگی، یه معلم دانشگاه امروز سر شهادت زهراست بسم الله الرحمن، بچه های تسلیتی بهتون میگم، یه حدیثی هم از زهرا، نماینده مجلس امرو نطق داره یه کلمه از زهرا. هر کسی به اندازه خودش یک راه دفاع از اهل بیت زبانی است. بابا همین که تو خونه بچه صدا میزنی فاطمه، به خدا این تبلیغ کلا سرتون نره آقایون. اگه این برنامه پخش میشه هوا دارن هویت ما رو میگیرن، اسمای دارن رو بچه‌ها میذارن. من شبا گاهی تلویزیون این برنامه ها رو پخش میکنه، اصلا عجق و بجق. آقا اسم اهل بیت 3 تا فرزند داره، امام امیر رسول امام حسین همه علی نام گذاشته. چرا؟ چرا؟ از نام دارن هویت رو از ما میگیرن. کلا سرتون نذارن نام ایرانی و نام عربی، اینا نام بین المللیه. تمام ائمه ما فاطمه داشتن. ببینید من یه چیزی براتون بگم تو پرانتز، یه کسی اومد پیش امام رضا گفت خانومم بارداره، گفته به آقا بگید دعا کنه این بچه پسر بشه. خب حالا بعضیا پسر دوست دارن، اب نداره، دعا که اب نداره. آمد پیش آقا امام رضا گفت آقا خانومم منو فرستاده دعا کنید این بچه پسر بشه. آقا فهمدن که 2 تاست، دعا میکنیم که انشاءالله جفتش سالم باشه. این خیلی خوشحال شد، اومد بیرون. آقا اومد کجا میری؟ گفت میرم به خانومم بگم 2 تاست، یکیشو میذارم علی، یکیشم به نام رسول خدا محمد صلی الله علیه و آله. آقا فرمود مگه من گفتم 2 تاش پسره؟ من گفتم 2 تاست، نگفتم که هر 2ش پسره، یکیش دختره یکیش پسره. خب حالا ببینید باید چه کار کنه، 2 تا اسم گفته بود، یکیشو باید انتخاب کنه دیگه. گفت آقا کدوماشو بذارم؟ فکر میکنید امام رضا چی گفت؟ فکر میکنید چی گفت؟ گفت فرمود سمهی علی، یا اسمشو علی بذار. بابا نام رسول خدا، نام احمد، نام جمله انبیاست، مبارزه با امیرالمؤمنین بوده، علی رو برامش حساسیت داشتن.
آقا به اون نامش ولذا امام حسین پسر به نام پیغمبر نداره اما به اسم علی سه تا داره. این میشه لذا روایت دیدم اونایی که فاطمه استشون جلسه ما هستن روز قیامت یه مرتبه خطاب میشه فاطمه برخیزد به سوی بهشت. آقا فاطمه ها همه بلند میشن گفتن فاطمه دیگه. یکی اونجا میگه بابا شماها رو که نگفتن، فاطمه دختر پیغمبر رو گفتن. در روایت دارد حضرت میفرماید بذارید هم نامای منم با من بیان بهشت. وقت این نام باید تو خونه کمرنگ باشه. بابا اومده پیش امام صادق میگه آقا خدا بهم دختر داده. میگه اسم چی گذاشتی؟ میگه فاطمه. میگه لا تزرب، نباید بزنیشو، نباید داد سرش بزنی، نباید اذیت، چون نامش نام مادر ماست. این یک راه از اسم گذاری و زبان مودت به اهل بیت. دومین راه مودت اهل بیت مالیه. آقا کسی ازش میاد تو مسائل اقتصادی هزینه کنه برای اهل بیت، هزینه کنه، وقف کنه، روزه بگیره، مراسم بگیره، اینم یک مسیره. شما ببینید تمام این، یکی از این شاههای بنی عباس اومده بود سامراخ، این شاه ها خیلی باباهاشون کنار همین ائمه ما دفنن، مثلا تو قم کلی شاه قاجار دفنه، من قبراشون یادمه قبل از انقلاب، حالا دیگه الان صاف کرده، تو همین شاه عبدالعظیم کلی ناصرالدین شاه و دیگران دفنن. عرض میکنم که پدر محمد رضا دفن بود، دیگران اینا دفن میکرد، خود کربلا کلی شاه اونجا دفنه. اون موقع مثلا هارون الرشید، خب امام رضا بعدن دفن شده کنار امام رضاست، لذا مستحب زیارت که میکنید لعن قاتلش هم بکنید. این اومده بود سامرا، این شاه بنی عباس دید قبر باباش مخروبه است، مخروبه است، اما قبر امام هادی و امام عسکری تر تمیز، بالاخره یه پرده، یه پارچه، یه چیزی. اون وزیر بهش گفت قربان زشته برای شما، حکومت حکومت شماست، این وضع قبر باباتون باشه و این قبر مثلا امام هادی. رو گفت ببین ما هر چی هم خرج کنیم آخرش همین طور میشه، مردم نمیخوان اینا بمونه، اما اینا رو هر چی هم تخریب کنیم مردم از زندگیشون میزنن اینا رو میسازن، احیا میکنن. خب الان شما برید سامرا، سامرا با خاک یکسان شد گنبدش، الان چه وضعیتی داره؟ بله کسی نگه پول تو عراق هزینه میشه کجا صحن. آقا اینا بین المللیه، این حرم ها باید ماندگار بمانه. گاهی کمک کمک مالی است، مودت مودت مالی است. این دوتا دارم راه های الا المودت فی القربا رو میگم، خیلی هم نمیخوام طول بدم. سوم مودت مودت علمی است. علامه امینی 30 سال شبانه روز می نشینه 10,000 کتاب رو زیر رو میکنه، القدیر می نویسه، این اظهار مودته؟ مودت از این بالاتر؟ علامه هلی سلطان محمد خدابنده وقتی به دست علامه هلی شیعه شد، اسمش الجایتیوه دیگه، مغلا وقتی حمله کردن حکومت بنی عباس رو سرنگون کردن، علمای شیعه رفتن تو دربار خواجه نصیر توسی علامه هلی، بالاخره یه خورده اینا رو متعادلشون کنن، خوی مغلشون رو بیارن پایین. سلطان محمد خدابنده به علامه هلی گفت اگه از من سوال کنن چرا شیعه شدی دلیل باید داشته باشم، یه چیزی بنویس من جواب بدم. فرقه های دیگه جلو منو گرفتن. یک هفته علامه هلی یه کتاب نوشت 2,000 دلیل بر ولایت امیرالمومنین، اسمش رو گذاشت الفین، ترجمه همش تو بازار هست 2,000. این مودت نیست؟ مودت فی القربا گاهی علمیه، یکی میاد با قلمش. سوم علمی، چهارم مودت جانیه. آقا عمرو بن همق تو جنگ صفین اومد خدمت امیرالمومنین گفت آقا روحی لروح کل فدا، جونم فدات، هستیم به پات. آقا به 5 دلیل دوستت دارم. یکی اسلامت از همه مقدمه، اول مسلمان شما. دو جهادت از همه بالاتره، هیچ که به اندازه شما سابقه جهاد نداره. سه جان رسول اللهی، انفسنا درباره توست. چهار زوج البتولی، همسر فاطمه زهرا رو خدا رقم زده. و پنجم ابوالحسنینی، سیدا شباب اهل الجنه که جان پیغمبر بودن باباشون شمایی. آقا دعاش کرد گفت آقا اجازه بده جانمو فدات کنم. بله
تمام بدنش تو خون غلطیده، امام حسین میاد بالا سرش، سعد ابن عبدالله میگه اوفیت یا ابن رسول الله، آقا وفا کردم. مودت گاهی این عزیزانی که من شهادت رقیه سوریه بودم، سخنرانی کردم تو حرم از رقیه، میلاد از زینب سخنرانی کردم، الحمدلله امنیت خوبی برقرار شده. اون پروازی که من باش رفته بودم، تمام خانواده مدافعان حرم بودن، همه خانمای جوان، همه بچه های کوچیک 3 سال 4 سال، خدا من روز شهادت از رقیه سفره تو حرم ایشون انداخته بودن، دل آدم آتیش میگرفت. همه این بچه ها دور تا دور سفره، 3 ساله 4 ساله 5، خب اینا بابا نمیخوان، اینا چطور رفتن در مدافعی که مقام معظم رهبری فرمود اگر اونجا دفاع نمی کردن ما اینجا باید مقابل نیروهای دشمن می ایستادیم؟ این شهید فهمیده ها، شهید حجاجی ها، این مودتشون با جان، علامه امینی با علم، دعبل خزائی با زبانه، هر کسی به اندازه توانش، خدیجه کبرا با ماله، گاهی علمیست گاهی مالیست گاهی زبانیست گاهی جانیست. خب اون 5 تاش هم بشمارم دیگه دعاتون کنم. 5م عملی و اخلاقی. امیر المومنین فرمود ما رو دوست دارید با عملتون یاری کنید. یعنی دختر خانم که صدا منو میشنوید، وقتی شما حجابت رو رعایت میکنی، این میشه یاری کردن اهل بیت، مودتن فی القربا، اظهار مودت. من نمیدونم، کاری هم ندارم الان بحث کنیم حجاب واجبه یا نه، اون بحث فقهی است، آیش تو قرآن، اونا تو علما تو حوزه بحث میکنن. من بحثم اینه، خواهر من فاطمه زهرا محجبه بود یا نبود؟ مگه شما مودت به فاطمه نداری؟ زینب کبرا دغدغش تو مجلس یزید با صورتی که به آفتاب سوخته، با لباسای مندرس، با سر برادر در مقابل، هیچ کدوم اینا نبود. گفت امن العدل یبن الطلقا، یزید آیا این درست زنای تو پشت پرده باشن؟ ناموس پیغمبر مقابل چشم نامر. آقا اومده بالا بعد سر بچه کوچیک تو شب 11 تا با عمه شدید، عمه جون اخرقتون اندک استر و بهار، یه تیکه پارچه داری من سرمو بپوشونم؟ خواهر من اگه تو حجابت جوون، شما ازدواج کنی مودت اهل بیت، چون دیگه نگاه به نامحرم نمیکنی، دیگه بچه فرزنددار میشی، نسل ادامه پیدا میکنی. بله مودت فی القربا گاهی عملیه. کاسبی که دروغ نمیگه، راننده تاکسی که زیادی نمیگیره، مسئولی که به اختلاس نمیپردازه، دروغ نمیگه، نماینده مجلسی که حق خودشو میشناسه، وزیری که به درد مردم میرسه، اینا مودت فی القرباست. مردم علاقمند به انقلاب میشن. امام جمعه ای که با مردمه، هر کسی به اندازه خودش مودت فی القربا. گاهی یه عمل کرده من ممکنه مردم رو با اهل بیت بد کنه. این 5 تا مودت فی القربا، 5مش عملی است، 6م اجتماعی. امام صادق فرمود من لم یقدر علی صلتنا، دستون به ما نمیرسه، باشه، فلیصل صالحی موالینا، شیعه های ما رو کمک کنید، انگار به ما کمک کردید. مگه نیست؟ آقا شما یه دختر خانم شیعه رو کمک کنی ازدواج کنی، جهیزیهشو بدی، یه فقیر شیعه رو فرمود به صالحین از موالی ما کمک کنید، یکتب له ثواب صلتنا، ثواب صله به ما میرسه. پس گاهی نصرت اجتماعی است. اینم یکی دیگر از راه‌های مودت. و 7م برائت از دشمنان. وقتی زهرای مرضیه رو کرد به اونها، گفت من از شما راضی نیستم، این خودش مودته. وقتی شما در مقابل دشمنان اهل بیت موضع میگیرید، هر بن لمن عربکم، این 7 تا راه مودت اهل بیت، علمی و زبانی و جانی و قلمی و هنری. و اما راه 8مش راه عاطفی است، فلیبکل باکون و ایاهم فلیندو به نادبون. گاهی گریه بر اهل بیت مودت فی القرباست، اصل پاک شدنه، اصل شویندگیه. تو دعای ندبه اینو میگید دیگه، میگی کجاست عینه یزد جزاد چون، با من زجه بزن. فلیبکل باکون و ایاهم فلیندو به نادبون. اینی که هرمود گریه بر ما، حزن در ما، بر ما نشانه شیعه بودنه، این 8مین راه مودت اهل بیت، یعنی مودت عاطفی.
امیرالمومنین کنار بسترش نشست. به امیرالمومنین عرض کرد علی جان دیشب یه خوابی دیدم. تا گفت خواب دیدم قلب علی لرزید، چون این خوابای پیغمبر تو این قصه ها مفهوم داشت. تا گفت خواب دیدم، فاطمه جان چی خواب دیدی؟ علی جان بابام رو خواب دیدم، به من فرمودن بنیه بنیت الیه الیه، بابا بیا بیا، انی مشتاق الیک، من دلم برای تو تنگ شد بابا، این مردم لیاقت تو رو ندارند، بیا بیا بابا. فاطمه جان تو چی گفتی؟ گفتم بابا به خدا قسم من اشتیاقم بیشتره بابا. من این جمله رو خیلی جا گفتم، خانوما میدونن من چی میگم. زنای جوان وقتی مریض میشن، وقتی بچه کوچیک دارن، میگن خدایا بچه‌مون بزرگ شه، اگه خواستیم بریم بعدن تا بچه‌مون کوچیکه بی مادر نشه. آی دنیا چه کردی که فاطمه 4 تا بچه کوچیک حاضر شده بذاره از دنیا بره؟ انقدر حیات بر او سنگین آمده. بابا اینا همه زیر 7 سال داشتند، شروع کرد مثل باران امیرالمومنین اشک ریختن، فاطمه هم شروع کرد گریه کرده. این نسل مقتله، نگاه کنید. فاطمه جان من گریه میکنم، تو رو از دست میدم، تو چرا گریه میکنی؟ علی جان ابکی لما تلقا من بعدی، من برا غربت تو گریه میکنم، من برا مظلومیت تو اشک میریزم. شروع کرد وصیت کردن، سفارش کردن، اگر منو به خاک سپردی زود از کنار قبرم نرو، منو تنها نگذار، اجلس تجاه وجهی، کنار قبرم قرآن بخوان، میت مونس میخواد. آقایان خواهران ببینید، فاطمه نگران شب اول قبره. علی جان زود از کنار قبرم نرو، اقرأ لی القرآن، برام دعا کن، برام قرآن بخوان، ببینم برام مظلومیت دیا ابوالحسن. علی جان منو از زیر پیراهن غسل بده. چرا؟ چرا منو از زیر پیراهن غسل بده؟ نمیخواستن. من نمیدونم چه حساسیتی اینا رو زینب داشتن. امام حسن هم تا لخته های خون از گلوش اومد بیرون، فرمود به خواهرم بگید بره بیرون. خود امیرالمومنین نزدیک در خونه شب 19 هم گفت حسنم بابا زمینم بگذار. حسینم گفت چرا نمیتونی، حالتون بده؟ فرمود نمیخوام زینبم فرق شکافته منو ببینه. اهل روزه گرفتن من کجا میخوام برم؟ یا فاطمه الزهرا نخواستی بازوی متورمتو ببینه؟ یا امام حسن نخواستی لخته های خونو ببینه؟ نبودید کربلا گودی قتلگاه، اونجا دیگه کسی نبود مانع زینب بشه، دست برد زیر بدن، آیا تو حسین منی؟ انت اخی صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه.